با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. در این 28 روز از 7 ماه در 14 سال 3 هزار خوشحال و خرسند که این برنامه ها مورد توجه شما نازنینان واقع شده است. سپاس از اون دسته از عزیزان که با مهر خودشون نسبت به بهتر شدن برنامه به ما یاری میرسند. اما افسوس و سر افسوس که ما داشتم با آقای موسالی صحبت میکردم لختی پیش، امیدوارم که این مشکلش برطرف بشود. شون الان در آلمان هستند و تحت مداوا به خاطر اینکه قلبش مشکلات گرفتگی عروق دارد و خیلی مفصل صحبت کرد آقای موسالی و خیلی گلمن بود از اوضاع احوال و باز اون لفظ معروف قمپوزیسیون خودش رو مطرح کرد و گفت آقا به جای اپوزیسیون ها قمپوزیسیون هن و هل است و بل است و چه و چه و چه و من براش توضیح دادم که باور خودم این است. من باورم رو به ارزش رسوندم، گفتم باور من این استش که این اخلاق یک مثل رنگیه که رو دیوار میریزی، این رنگ وقتی به دیوار میریزی از اون بالا شره میکنه میاد پایین، میریزه میاد پایین، این چقدر پایین به سمت بالا نمیره. و این اخلاق پدیده ایست که در دست حکومت حاکم حکم میکند این اخلاق رو در جامعه و ما بازم همون بحثای کهن قدیمی ولت نبود استقلال فکری، نبود یه پایگاه درست، منش و روش منطق و صحیح، اسیر این بازی هستیم و سایه اون پررنگ بر سر ما هم افتاده است. اینجا هم همین داستان. گفتش که تو دیگری، نه آقای موسالی اعتراض میکرد که شما خیلی عصبانی هستی. گفتم خب عصبانی نباید باشم به نظر شما، 35 یه دراکولای خوناشام خبیثی به نام نظام فاسد جمهوری اسلامی، یه مش آخوند دلغک چپاول کردن مملکت رو، تازه اینا که عقب نشینی کردن دوره احمدی نژاد یه مش مداح اومدن سر کار، مداح روزخونه رفتن، مداح اومدن. الان نوبه قرآن خونای سرقبرقاست، مثل صدیقی و مثل احمد خاتمی و اینا قرآن خونای سرقبرقان، اینا حتی روزخون هم نیستن. عصبانی نباشم؟ تحت تأثیرشی فوش میدی. ایرج مستاقی رو دعوت کردیم بیا اینجا این حرفا رو بزنیم چیه. شما شروع کردید بازی رو، شما شروع کردید فوش دادن. گفتم آقا فوش نده، بذار خودش رو صدا میکنیم و خودش میبینیم که خودش چی میگه. بعد که خودش صدای کردی اومده حرف بزن، خود تو هم بیا حرف بزن، تو هم بیا بگو. اینجا درش به روی شما باز، شما ابلهید. شما به جای اینکه به دنبال این باشی که ما رو با میم و الف و ر می نویسن، دنبال شکل مار می دوی ابله. اصلانی اول گفتیم آقا اینجا آزاد است، هر کس را که اگر خودت میتوانی خودت، اگر کسی را میشناسی ازش دعوت کن بیاد اینجا، ما اینجا میکروفون در اختیارش میذاریم، بیا حرف بزن. که حرف زدن دیگه مجانیه، خب تو ابلا میری اون یکی پیش اون مزدوره میشینی پول میدی. بگویدیم مجانی بیا اینجا، نمیای میری اون و میگی پول بدم برم اونجا.
الان هم میگم تشریف بیارین حرف بزن. ایرج مصداقی اینا رو گفته به جای فوش دادن، به جای که به من فضیحت بگی، خب بیا حرف بزن. تو هم بیا بگو، بگو آقا اینجوری نیست، اینجوریه. عینکم رو جا گوشته، بزن عینکم رو بردارم. گفتم روزی که این میگه آخوند سکولار، آخوند که سکولار نمیشه که آخه. آخه معنی مفهوم داستان رو بفهمی که راجبش حرف بزنی. مرتیه عکس چگوارا میذاره، آخه گوش بده ها. بعد میگه من مجاهد، چگوارا مجاهد میشه؟ می نویسه فضل الله مجاهدین القاعدین اجرا عظیما. چه گواره میره تو حرم امام حسین لیست شهدا رو تقدیم میکنه؟ یه ذره فهم، یه ذره شعور، یه ذره، یه ذره. نمیتونی عکس چگوارا بزنی بعد مجاهد باشی؟ میتونی عکس چگوارا بزنی بعد بری عضو حزب کمونیست کارگری بشی؟ نمیتونی چگوارا بزنی بری عضو مجاهد بشی؟ آخه بابا یه چیز هم یه حساب و کتاب هم داره. این بهبانی هم با مشکل بیپولی، به مشکل بیپولی خورده، داره کم کم شغل جاکشی رو پیش میبره. اینی همینی مثل دوست قدیمی سربی. خب همون اون ما بهش گفتیم، ما همون جا بهتون گفتیم چطور تا وقتی میرفتی تو تلویزیون سوربی حرف میزدی، سوربی سرش مثل سر شاه بود. به محض اینکه اون یکی بهش پول بیشتر داد، گو اینو بنداز بیرون منو بیار تو، شد شمره بزل جوشن مأمور وزارت اطلاع. اینجوری نیستش که بابا. اینجوریه؟ فوش و فضیحت و آقا شما بیا ایرج مصداقی اشتباه میگه، دروغ میگه، تو بیا راست شو. میکروفون در اختیار شما، ویدیو تو بذار، عکس تو بذار، رو سکایپ بیا حرف بزن تا بفهمیم آدمی. ما با غیر آدمیزاد که نمیتونیم حرف بزنیم که. نوشته بود که اون یکیشون که تو از کجا بلد بودی که اینا این کارا رو کردن؟ تو دوره جنگ ایران عراق شما رفتی از امارات 24 تا دستگاه تکثیر ویدیو آوردید، بین ستاداتون تخس کردی، اضافه اومد، چند تاش اضافه اومد، رفتی گفت این اضافه ها رو چیکار کنی؟ رفتی از عراقیه پرسیدی، گفتی اینا رو چیکار کنم؟ و اینا رو ببرد تو بازار سوق الحره،
اسم محل، اسم بازار، مثلا بازار سبز میدون، مثل بازار میرداماد، نمیدونم اسم اسمه سوق الحره. تو برای اینکه اینقدر مثل آقای چالنگی عربیت خوب بود، ترجمه شدی بازار آزاد. سوق الحره میشه بازار آزاد دیگه. بردی کنار که اون بازار آزاد روزی امنیتی گرفته. دوره جنگ صدام مثلا این شوخی ها با کسی نداشت که. شاه، رضا شاه، اینا از این شوخی ها با کسی نداشتن، علی خصوص رضا شاه. مثل صدام نمیذاشتن گرون بشه. احتکار اینا رو بر نمیتابیدن، گرفتنشون. یارو من گفت اینا رو گرفتن چیکار کنیم؟ گفت من برای این که نمیرم به صدام بگم آقا سه تا آدم منو ول کن که ارزشش نداره که. اسمشون این سوریس شهدا. و تو میگی من از کجا آوردن؟ تو برو اونا بپرس که این داستان صحت داره یا نداره. من چرا به تو بگم؟ بابا فوش ندی. من به اونه که اونوره فوش میدم، ولی به خودم، به یارم که دیگه فوش نمیدم که. جناب آقای بابا، این ویدیویی است که مدتی بعد از حمله به اشرف پخش شد و اصلا ربطی به ادعای کارگاه جانی دالر واواک ندارد و زمانش بسیار قبل از رله ادعاهای واواک توسط ایرج مصداقی است. حداقل در یک موردی که از دروغ‌های ایرج مصداقی رو ثابت می‌کنه. اگر به شلوار سیاه رنگ مسعود دلیلی خارج نگاه کنید، در می‌یابید که سیاه از مانند شلوار دیگر عراقی‌های حمله کننده، حالان که کارگاه جانی دالر ادعا می‌کنه که سبز رنگ و به رنگ شلوار اشرفی ها. با این ادعاهای مسخره ایرج مصداقی که تا به حال نیم سوز بود، بدون شک تمام سوز شد و داغ ننگ جانی دالر واواک را بر پیشانی خود حک کرد. من نوشتم مزدک جا هر کی به خامنه ای و رفزنجانی خط بده اون دشمن منه، چه اسم نحسش فرخ نگهدار باشه، چه مسعود رجوی، چه پدرزن، چه فرقی برای من میکنه؟ حالا شلوارش هر رنگی باشه، از تومون پاش نباشه اصلا، باشه، چیکارش داریم ما؟ نابود باد ارتجاع، زنده باد سکولار دموکراسی. بعد جواب میده، جوابو ببین. من بهش میگم که هر کی به رفسنجانی خامنه ای خط بده این دشمن منه، من میزنمش. و اعدم لهم ما استطعتم من قوه. فقط نباید سپاه پاسداران که این استفاده کنه، به اندازه استطاعت و توانم باش می جنگم. بر علیه دشمن منه، دشمنمه. ببینیسی یه طوری صحبه میکنی که انگار در زندگی کوتاه سیاسی خود تا بالا خیلی درست عمل کرده، مثل که فراموش کرده که خود شما ساخته دست داور لومپن هستید که از آخوندها پول میگرفت، برنامه کریم حقی را پخش میکرد، شما هم با افتخار در اون تیوی مشتی. ابلها مردا، اگر قرار باشد که یک کسی یه روزگاری بنشینه و این تاریخ این مدیا رو بنویسه، سعید بهبهانی رو بعد صدر کتاب قرارش بده. روزی که من اومدم و برنامه چالشگر چپو گذاشتم، همتون تو قهوه‌خونه‌ها داشتید کبیت بازی می‌کردید.
گل یا پوچ می زدید. امپراتوری شوروی ریخته بود، کس کرده بودید، جایی نداشتید برید، همه مسخرتون میکردن. اومدن نشستن گفتم آقا من چالشگر چپ، بیا جلو حرف بزنی. چند تا آدم از روم صندلی بلند کردن و فرار کردن. پرسش و پاسخ. کدومتون این جرأت هم چیکاری داشتی؟ تعریف کردم، معرفی کردم، تا میمدیم خیال میکرد که من باید جواب پلپوت و پیشوری و استالین و همه رو من باید میدادم. آرامش کردم، بهش یاد دادم، تلاش کردم تو این جهت. گفتم هر چه دستاورد داری مربوطه به چپه. چپ یعنی چی؟ چپ مثل چپکوک میمونه، مثل مخالف خون میمونه، خواهان دنیای بهتره، معترضه، به میگن چپ. روزگاری در عصر جنگ سرد اینا بیرق و اشرودن جلو میدویدن. یعنی حالا که جنگ سرد نیست اینا بین نمیره که این سر جایشه، از طریق سبز این دفعه میزنه بیرون. داعش که اومد به دارم میگم که این همه اینه، این از اون تندانس اون جوون معترض خواهان دنیای بهتر استفاده میکنه. تو نداری بهش بدی، اون میره اونوری. یعنی چه مرضی داره یه جوونی که تو استرالیا است، یه آدمی که تو نروژ داره زندگی میکنه، بلنشه بره سوریه؟ همون موقع تعداد آدمی رو که آوردم روی صفحه تلویزیون، از آقای ابراهیم یزدی، ابوالحسن بنی سعد تا چپ چپ چپ، اعظم تونگویان، نمیدونم کی کی کی، زنده یاد داریوش، همایون. خوبی اولین بار است به چپ ها. مهم نه آقا، شما مفر نمیدادید. همین ماجرای مشروطه بود، همه ایام مشروطه است دیگه، الان چندم مرداد است. گفتم آقا این مال همه است، نقطه عطف تاریخ ایران است، این مال سلطنت طلب شاپهلوی نیستش که. مالا همه، همه باید بیان وایسین جلوی سفارت، بریم بزنیم زنگ بزنیم اینا رو بکش پایین بزنیمشون، کتکشون بزنیم. برو نگاه کن تو یوتیوب کدومت این کار کردی. گذاشتم تو یوتیوب، برو نگاه کن. هست اون اگه مانه گیر بیاره همین رفتاره با من میکنه، صد مقابل بدتر با من میکنه. مگه نکرده؟ مگه باتوم اونجا نکرده؟ مگه بچه ها رو نکش در کهریزه؟ مگه در اوین و دیزل آباد و عادل آباد و زندان مشهد و تبریز و رضاییه و سنندج و دیزل آباد کرموشا نکرده این کارا رو؟ تو گردش نکرده؟
صد مقابل بدتر میکنه. تفنگ دستشه، ما تفنگ نداریم که. نوعی زبونی داریم حد اکثر فش میدیم. ولی مطمئن باش تفنگ دستم باشه میزنمش. من با خشونت و اینجوری ها و اینا و مامانم اینا و اینا من بلد نیستم اونا. من هنوز به اون حد از رشد اخلاقی نرسیدم. دروغی هم نمیگم بهت. اون یه تعالیه، اون یه رشده. چاخانی که نمیشه بگی که. داستان علی زرکش رو تعریف کن. مگه علی زرکش رو نفرستاد؟ مگه حکم اعدام برش ندید؟ مگه شما در همون تواب تشکیلاتی سال 61 و اینا درست نکردیم؟ مگه چجوری شد علی زرکش؟ چی شد؟ فرسادیش مرسال تیر خورد، نه راه پس داره نه راه پیش داره، بلند شد گفت من علی زرکشم، گرفتم بردن اعدامش کرد. دروغه اینا بگو دروغه. حرف بزنیم با هم دیگه، نرید زیر پرچم حسین تقی نقی. آدم باش. زندگی معناش جهاد در راه عقیده است. جهادی یعنی مثل سلفی ها بریم بندازیمش از دره پایین. بیا شما حرف بزن، تلفن باز، سکایپ روشن، بیا حرف بزن. تو اول باید هویت خودتو احراز کنی. نمیری پشت عکس چگوارا بگی من مجاهدم. مخدوش نکنید. این کار آخونده. مخدوش شدن شغل و وظیفه آخونده. بیا مثل انسان بایسا حرف بزن. نمیتونی به کریم قسیم بگی جاسوس ساواک، نمیتونی به ایرج مصداقی اینو بگی، نمیتونی به هم نشین بهاری حرفو بزنی، نمیتوانی، زورت نمیرسه، آب در هاون میکوبی. اینا به آرمان ها معتقدن. انسان صاحب آرمانه. بیا حرف بزن، فوش نده. بی پولم جرم این کار جرم آقا. اون مرد که رزلی که اونجا نشسته تو اون تلویزیونه تو ویرجینیا هیف میگه این یارو آدم بدبخت و بتوچ، اصلا بدبخته، اصلا بتوچه مربوطه. جرم این کار شیش سال به همت شما اینا رو میره جلو. هر موقع ندی قطع میشه. هیچ نه بدهی داریم، نه رو دروسی داریم، نه هیچ نداریم با شما.
نمیدونم چیکارش کنم. خانم سلطانی، میخواستم شما اگر نکته باقی مونده ای هستش بفرماییم و تشکر کنم که این فرصتی که به ما دادید. خواهش میکنم. من بعد الان که آقای صادقی داشت صحبت میکرد یاد این موضوع کنم که خب سازمان فقط با یه چوب افراد خودشو، یعنی مثلا با یه چوب به افراد خودش حمله میکنه، اونم چوبی که خب برای همگان من فکر کنم دیگه الان بعد از سالیان شناخته شده است، اونم این که به همه مهر مامور رژیم و مامور وزارت اطلاعات رژیم رو میزنه و با این چوب به خودش این اجازه رو میده که به همه اینا حمله کنه، مخالفین خودش رو مورد ضرب و شتم قرار بده. و حتی مثلا خب برای من جای سوال و تعجبه که این بی ربط و خیلی تفاوت زیادی با اون چیزی که در درون این سازمانم اتفاق میفته نداره. یعنی در درون این سازمانم مثلا میبینی به نفرش میگه تو مامور وزارت اطلاعاتی، تو با کجا ارتباط داری؟ آخه در جایی که فرد اصلا با هیچ جایی نمیتونه ارتباط داشته باشه، صدایی به جز صدای سیمای اینا رو نمیتونه بشنوه و مستمرا تحت الهی فکری و مانیپول است، چگونه میتونه فرد با جایی ارتباط داشته باشه؟ یعنی این چوب شناخته شده و لو رفته در از سازمان هست که به همه این مارکو میزنه. من فقط یه نکته دارم. خواهش میکنم. میخواستم بگم به این کوتوله ابله تاریخ ایران که این تویی که برای بعد 30 سال برای به اصطلاح بالاترین مقامات رژیم ایران نامه می نویسی و اون اصطلاح خانم قجر ازادانلوه که براشون نامه می نویسه و تقاضای بازگشت و عفو می کنه، بعد این اسیرانی که بعد از 30 سال میان یه تظاهرات آزاد و مسالمت‌آمیز انجام بدن و مورد ضرب و شتم قرار می دی، تو نامه می نویسی؟ اینا مامور وزارت اطلاعات هم؟ یک واقعیت هم من میخواستم اشاره کنم و خیلی برام واقعا اونجا حسن که پشیزی ارزش نداشت و واقعا برام مضحک بود، چون اینا کارهای شناخته شده سازمانه که حتی مثلا بارها خودم باش مواجه بودم، مثلا در حتی خود پارلمان اروپا مثلا نفر سازمان باقرزاده مثلا من میدم که داره یه سری اسناد جعلی و مدارکی از پیش آماده کرده بود داره ارائه میده اونجا به اون نماینده که بغلش نشسته بود و از اون میخواست که بگه که آیا تو پاسپورت ایرانی داشتی، یا نمیدونم در هر حال یه خلل ایجاد کنه و یه به هم ریختگی ایجاد کنه در پارلمان اروپا که یعنی در واقع میتونم بگم که خوشبختانه نتونست هیچ غلطی بکنه و من خودم از این بابت خیلی خوشحالم. شما اتفاقا توی صحبتایی که کردین به آقای کازاکا هم اشاره کردید، آقای کازاکایی که در واقع ثمره حمایت از حمایت و پشتیبانی از سازمان مجاهدین خر رو کشید و الان در واقع رأی مردم پرتغال رو برای انتخاب شدن توی پارلمان اروپا کسب نکرد. میتونید تو این زمینه توضیح بدین که بله چی گفتین؟ خب متاسفانه اونجا وقت نشد که من خیلی کامل به این موضوع بپردازم و بگم، ولی من دقیقاً یادم هست که اصلا از خود این شخص مسعود رجوی دقیقاً لفظ برادر مجاهد کازاکا رو استفاده میکرد براش و اینو میگفت. ولی اون چی که برای من واقعا جای تعجب داره این هست که چگونه اینا حالا خواسته یا ناخواسته با هر شیوهی که جذب و استخدام این دستگاه تشکیلات سازمان مجاهدین خلق ایران شدن این افراد و نماینده ها و خط اونا رو دارن پیش میبرن و به نظر من جنایت میکنن به خاطر اینکه مشروعیت میبخشن به ادامه فشار تشکیلاتی و حصار تشکیلاتی که سازمان تو قرارگاه اشرف و تو کشورهای اروپایی داره
من تعجب میکنم مثلا چطور افرادی مثل کازاکا یا مثلا کوادراس میان میگن که خب این افراد خودشون دلشون میخواد تو سازمان، دلشون میخواد که اونجا بمونن، در قرارگاه اشرف بمونن، خودشون دلشون میخواد که کشته بشن. آخه شما چه شخصی رو میشناسید، چه انسانی رو میشناسید که دلش میخواد کشته بشه؟ به جز کسی که دیگه اونقدر بهش فشار آورده باشه این حصار تشکیلاتی و ستم تشکیلاتی که به افراد روا داشته این سازمان، به جز این که دیگه بخواد واقعا از استیصال خودشو بکشه که دیگه راحت بشه از شر نشست‌های عملیات جاری، از شر نشست‌های قدس دیگه واقعا بخواد راحت شه. چون من خودم واقعا بعضی از لحظات بود که در درون مناسبات تشکیلاتی سازمان و فشاری که رو من می‌آوردن فقط به خاطر اینکه مثلا رد آدرس مثلا بچه‌مو سوال کرده بودم، واقعا می‌رسیدم به نقطه‌ای که دلم می‌خواست خودکشی کنم مثلا و دیگه نباشم تو این سازمان، چه برسه به اینکه مثلا بخواد طرف آگاهانه انتخاب. از نظر من اصلا این افراد اول باید در فضای سالم قرار بگیرن، اکسیژن اول باید تنفس کنن، اول باید اصلا تحت روان درمانی قرار بگیرن، به خاطر اینکه افرادی که چندین و چندین سال اینا تحت مانیپوله بودن، تحت شستشوی مغزی بودن، نشست های عملیات جاری، یک سویه اطلاعات و اخبار و این همونه دوباره، این همونه که احمدی نژاد میگفت نمیدونم چاوز جز سربازان امام زمانه. این یه مدله، چه فرقی بین این و اون نی؟ این همونه که برات میگم حاکم حکم میکنه، محکوم اجرا میکنه. این همون اخلاقی که راجع به شرف میزنه، این همینه که آخه نمیشه که آقا رو چگوارا اینجور رفتار میکرد، این چگوارای شماست. آقا چگوارا در قتلگاه تو ایستادن و در و دیوار رو نظاره کردن. یا ابا شهدا، هر کس که به اینجا آمد برای تو هدیه آورد. امروز من و مریم هم برای تو هدیه آوردیم. البته ما ثروتمند نیستیم، البته ما مال و منال نداریم، البته در خاک و در وطن ما گشخیم ضد بشر حاکم است. مردممون فقیرند، معلول و مجروح بسیار داریم، همه عزادار. اما یا ابا شهدا، پرچم تو در اهتزازه و در اهتزاز بود. امیدواریم که هدیه ما رو به حسن قبول بپذیری و برای قبول اون در نزد خدا شفیع ما بشوی. یا ابا شهدا، هدیه ما یک لیست شهداست. در این لیست بیش از 12,000 تن از شهدای انقلاب نوین ایران شماره شدند. اینو در همینجا میگذاریم و به شما تقدیم میکنیم. میدونی دیگه بقیهشو برای دیگه مهم نی. آخه چگوارا این رفتار نمیکنه که رفیق. آره توی با ما فوش بده، این ما همه با هم مقصریم. اینجور نیست که اون تقصیر من بی تقصیرم، اون بد من، اون زشت من زیبا، اینجوری نیست. توی طوفان بلا همه گیر کردیم، مثل مردم غزه. تو طوفان بلا گیر کرده مردم غزه. اینجوری
این استعمار، این جامعه سیاه معلق را چگونه پیوندیست با سرزمین من؟ آن کس که سوگوار کرد خاک مرا، آیا شکست در رفت آمد حمله این همه تاراج؟ این سرزمین من چه بیدریغ بود که سایه مطبوع خیش را بر شانه های زلکتاف تنگ کرد و با خواب میان آتش سوخت و از شانه ها تناب گذر کرد. این سرزمین من چه بیدریغ بود. ثقل زمین کجاست؟ من در کجای جهان ایستادم؟ با باری ز فریادهای خفته و خونین، ای سرزمین من، من در کجای جهان ایستادم؟ انما الحیات و عقیدت و جهاد. سخنم را با گفته ای از مولا حسین، شهید بزرگ خلقهای خاورمیانه، آغاز می کنم. من که یک مارکسیست لنینیست هستم، برای نخستین بار عدالت اجتماعی را در مکتب اسلام جستم و آنگاه به سوسیالیسم رسیدم. من در این دادگاه برای جانم چانه نمی زنم و حتی برای عمرم. من قطره ای ناچیز از عظمت و حرمان خلقهای مبارز ایران هستم. آری، من برای جانم چانه نمیزنم، چرا که فرزند خلقی مبارز و دلاور هستم. از اسلام سخنم را آغاز کردم. اسلام حقیقی در ایران همواره دین خود را به جنبش‌های رهایی بخش ایران پرداخته است. سید عبدالله بیبهانی ها، شیخ محمد خیابانی ها نمودار صادق این جنبش‌ها هستند. بعد اینو وردی امروز بیاری با یه تجربه نظام فاسد جمهوری اسلامی و بخوای این یارو از تو قبر در بیاری کتکش بزنی. این هیچی نیست الا اینکه نظام فاسد جمهوری اسلامی اینا رو ترویج میکنه. مروج اصلیشونه، سرچشمه اونجاست. و بری سراغ مصب، اونجا رو جلوشو بگیری. یه زندگی جهاد در راه عقیده است. بعد ترجمه میکنه نوریزاده میگه این یعنی سلفی هست، مثل جهادی هایی که رفتن اونجا این کار رو. درد داری؟ قده سرطانیه و بکنیش بندازیش دور، راه دیگه نداری، هیچ کاری نمیتونی باش بکنی. اینا راهش نیستن، این جنس همونه، این داعش اونه، این پشت اونه. هر کسی تحت هر شرایطی به این نظام فاسد یاری برساند، خط بهش بده، چاکر حقیق خودشو معرفی کنه، این تو دید من دشمنه.
از موزه ضعف نمیتوانی بری کامپرومایز. کامپرومایز رو در یه توازن قدرت این کامپرومایز به دست میاد. اگه یارو اسلحه گشته رو پیشونی من چه کامپرومایزی با این دارم بکنم؟ هرچی بگه باید بگم باش. تمام لغت ها رو ترجمه کردید به غلط، همه فضا رو آلوده کردید به مزخرف، به خزعبل. دکتر مملکت هست که بگه سکولار دموکرات دموکرات باشه سکول فلان؟ آره میشه مملکتی باشه که دموکرات باشه سکولار نباشه، میشه اسرائیل. نگاه کن ببین داره چیکار میکنه. معنا و مفهوم کلمه رو بلد نیست. تو ظرف زمان و مکانش قرار نمیده. خودش هم تو ظرف زمان و مکانش قرار نداره. فردا یادت باشه ساعت 7 صبح 10 صبح واشنگتنه. بخواهم 4 بعد از ظهر شما میشه در اروپا، 3 بعد از ظهر انگلستان. بحث سنا رو پخش خواهیم کرد. خانم وندی شرمن میاد، آقای دیوید کوهن میاد از اداره خزانه داری آمریکا، گری سیمور میاد. گری سیمور قبلا هم ویدیوهاشو پخش کردیم، دیدیم بسیار بسیار به مسائل آشناست. هینن اولی هیمن هینن یه مدتی مشاغل مهم و کلیدی داشته در این آژانس و در وین. مایکل ساین از واشنگتن اینستیتیوت. دعوت میکنم این برنامه رو فردا با هم ببینیم راجع به وضعیت ایران، بفهمیم که چه میگذره. نگاه کنید به اوضاع احوال، نگاه کنید ببینید که این نظام فاسد چجور تو منطقه آتیش داره میسوزنه. هیچ کلامی از سوریه نمیشنوی، از لیبی همجوری یه چیز میاد و میره، خون داره از دیوار میریزه. مردم هن مثل من و تو هن، مثل عمه خانوم خاله خانوم، مثل اینان اسیر دست یه مش رجاله. سر مار جمهوری اسلامیه. هر کسی به هر نیتی به هر دلیلی خودش همراه کنه، همسو کنه، از نگاه من این دشمنه، جنس همونه. دست راستی های اسرائیل تر آقای کری رو به مسخره گرفتن، سر به سرش میذارن، میگن آقا این تر قطر ترکیه از ورد و پیکارت، نگو تر توه، ما آشناییم با این داستان. اسرائیل قصد داره این داستان رو کش بده، میخواد سر در بیاره بفهمه از این تونلا رو پیدا بکنه. باید به اون سیستم دیجیتالی این سران حماس دسترسی پیدا کنه. چجوری اینا با هم مرتبط میشن؟ و ضمناً هم نمیخواد حماس کاملا بریزه. اون یارو افسر آمریکایی گفت در پنتاگون، گفت این بریزه بعد چی میشه؟
خورده خورده میشن میرن زیر زمین، خطرناکه. حالا یه سازمان میشه با سازمانه رو میتونه سازمانه کنترل کنه، اینو بشکونیش، نمیخواد اینو بشکونه، خودی ساختش، برای چی بشکونمش؟ اینا رو اون روز اون آقای آلبرت که اینجا صحبه میکرد راجبش عرض زدیم. افسر آمریکایی گفت این اگه بشکنه، حماس بشکنه، غیر قابل کنترله. یه مسلمش این کوروش موروش پیدا میکنن، عکس چگوارا میدن دستشون، بعد میدنشون حرم امام حسین. داخل ایران هم که داری نگاه میکنی، هر روز اعدام، هر روز کشتار، هر روز شکنجه، هر روز خبر بد. تخریب قبرستان روستای قرقرشداغ تاکستان به مرده رحم نمیکنه. بعد اون یارو پسر جوالق درست کنه به شاملو آدم توهین میکنه، به شاملو کسی دید حالا توهین کنه؟ این امید دانا به شاملو هم فوش میده، نمیفهمه، بازیش داده. نمیشه آدم به همه که توهین نمیکنه که. به اطلاع گزارشگران هارانا، نیروهای امنیتی قبرستان قلعه قرداش تاکستان را که محمد قنبری یکی از پیروان آیین یارسان یا اهل حق در آنجا به خاک سپرده شده بود، به وسیله ماشینالات راهسازی به صورت شبانه تخریب کرد. مرده یارو رو از قبرستون میترسه. گفتش که توی ماجرای کوبا و گرفتاری ها و انقلابات در آمریکای جنوبی، افسر خبر دادش که آقا ما یه عده رو گرفتیم چیکارشون کنیم؟ فرمانده سریع گفت بکششون. گفت آقا بکشم اینا شهید میشن. گفت شهید مرده بهتر از چریک زنده است. ولی این نظام فاسد حتی از سنگ قبر میترسه. احمد نه تصور تقی‌پور و محسن میردامانی، دو تن از زندانیان محبوس در بند 350 زندان اوین به مرخصی اعزام شدند. محسن میردامادی فعال سیاسی و دبیرکل جبهه مشارکه که در خرداد 80 به دو اتهام اجتماع و تبانی بر ضد امنیت داخلی کشور فعالیت تبلیغی علیه نظام به استناد مواد 610 و 500 قانون سابق مجازات اسلامی به ترتیب 5 سال 1 سال حبس محکوم شده است و همراه تصور تقی‌پور روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر وبلاگ‌نویس از سوی شعبه 26 به اتهام عضویت در مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران و تبلیغ علیه نظام به 7 سال حبس محکوم شده بود به مرخصی اعزام شد. چه قصدی حالا داره؟ قصدش بعدن فردا معلوم میشه. آرش هنرور شجاعی که از 8 روز پیش دست به اعتصاب قضا زده بود در پی حمله قلبی در بهداری زندان اوین بستری شد. آرش هنرور شجاعی، روحانی منتقد زندانی
که از 8 روز پیش دست به اعتصاب قضا زده بود در پی حمله قلبی در بهداری زندان اوین بستری شد. یکی از نزدیکان وی در این خصوص به گزارشگر هارانا گفت نماینده داستان کل ویژه روحانیت با حضور بر بالین او در بهداری اوین پیشنهاد کرد که ادامه حکم زندانش را به صورت حصر در خانه‌ای که دادگاه ویژه روحانیت تعیین می‌نماید سپری سازد. می‌رم داخلش. اونم روز قدسشه. اونم بازیه نمیدونم اون یکیه. روحانیشه، اون یکیه، اون یکیه، اون یکیه، اینم نامنگاری اینه، اونم اون یکیه میگه نمیدونم دیپلمات ورزیده، اینم به من فوش بده. افسوس. فاطمه اقبال یکی از همین بریده های مجاهد است. ما یه گفتگویی هم با این خانم فاطمه اقبال داشتیم، باشم حرف زدیم، سوال هم ازش کردیم، عصبانی هم شد. برای من فرقی نمی کنه که تو بریده ای، چسبیده ای، از چیزی سوال میکنه جواب بده، فوش بدی بی خودیه، بی حرف بزن. میگه دیروز اطلاعیه منتشر شده از طرف شورای ملی مقاومت مجاهدین را در رابطه با ایرج مصداقی خواندم و خودم گفتم وای اگر اصفه امروز بود فردای. من هنوز فرصت نکردم سوالات مطرح شده در نوشته بلند ایرج مصداقی را به صورت کامل بخوانم، اما با نگاهی گذرا به کل مطلب میدانم که این نوشته شامل مجموعه سوالاتی است که در واقع حتی بسیاری از اطرافیان و هواداران مجاهدین آنها را در محافل خود پچ پچ و زمزمه میکنند، ولی بعضی با گفتن انشاءالله گربه هست تا به حال سعی کردند این ابهامات را برای خود و دیگران توجیه و قابل حذف کنند. نوشته سال گذشته ایرج مصداقی تحت عنوان گزارش 92 نیز در همین روال مجموعه این سوالات را رقم می‌زد. اما با گذشت یک سال دیدیم که هر آنچه انتظار پاسخگویی منطقی از طرف مجاهدین می‌رفت نه تنها نقش براب شد، بلکه با به میدان آوردن خطی اسامی مستعار یا هواداران دست چندم مجاهدین با فحاشی‌های آنچنانی تر تخریب و ترور شخصیت مصداقی همچنین که دیگر منتقدین جای پاسخگویی به سوالات را گرفت و نشان داد که در رابطه با مجاهدین آنچه البته به جایی نرسد فریاد آن هم از نوع اعتراضی و انتقادیش باشد. در واقع در تاریخ پاسخگویی‌های مجاهدین نمونه‌ای سراغ نداریم که به صورت منطقی و مؤدب بدون هدف ترور شخصیت نویسنده و منتقد دست به قلم برده باشند. در سال 63-64 مسعود رجایی معتقد بود که سازمان یکی از بزرگترین نبردهای سیاسی خود را در زمین زدن نیروهای چپ و شخصیت‌های منفرد و مستقل با افشای ماهیت آنها پیش برده و آنها را به صورت تاریخی سوزانده. این در کدام جهت حرکت کرده؟ همه رو بسوزنیم، همه رو بزنیم. همین روشو حزب کمونیست کارگری میکنه، میگه همه رو بزن، وقتی کسی جا نمونه تو میشی قهرمان. در واقع مجاهدین در این رابطه متوهم بودند که با سوزاندن ریشه مخالفت‌ها و انتقادات در رابطه با انقلاب ایدئولوژیک مجاهدین در آن مقطع دیگر کسی جرأت انتقاد از عملکردهای بعدی این سازمان را نخواهد داشت و لاجرم دست آنها در بکارگیری هر گونه استراتژی و تاکتیکی باز خواهد بود. موج کنونی مخالفت، انتقاد و ریزش نیرو در چند سال اخیر که مشخصاً بعد از وضعیت بغرنج ساکنان اشرف و لیبرتی
در عراق جنگ زده آغاز شد. برای مجاهدین غیر قابل باور بود. مجاهدینی که فکر میکردند با پراکندن جو رعب و وحشت در به میدان آوردن اعضایشان برای علیه خانواده خود خواهند توانست دیگران را از این شرایط بترسانند و آنها را از مخالفت برحذر دارند. اعضای مجاهدی که ابا نداشتند با پوشوانه آموزش‌های ایدئولوژیک 30 ساله که به صورت مستقیم از مسعود رجوی دریافت کرد و خانواده خود را دشمن و خانواده الدنگ می‌دانستند، به صورت آنها چنگ بکشند، آنها را فاحشه، شکنجهگر، مزدور دشمن، اطلاعاتی و غیره بنامند تا بلکه بتوانند با شیوه های اشرف نشانی آنها را از میدان نه تنها خارج کرده تا بلکه دیگر خانواده ها را نیز از پیوستن به چنین اعتراضی در رابطه با گوشت دم توپ بودن عزیزانشان در جهنم عراق بترسانند. نوشته اخیر مصداقی با عنوان گزارش 93 که تکمیل همان نوشته سال گذشته وی می باشد، مجموعی از این سوالات و انتقادات است که با صراحت مطرح شده و خواستار پاسخگویی است. این انتظار پاسخگویی فقط از طرف مصداقی نیست، بلکه از طرف تک تک کسانی است که این مسائل یا خود تجربه کرده یا از اینان شنیدن. اما تعجب در اینجاست که کمیسیون امنیت شورای ملی مقاومت مجاهدین که بلافاصله تمامی این گزارش 207 صفحه‌ای را در فرصتی کوتاه خوانده و فقط به یک قسمت آن در مورد مسعود دلیلی پاسخی آن هم سراسر دشنام داده، به چه دلیل موارد دیگر این گزارش را مسکوت گذاشتند؟ مجاهدین در این اطلاعیه به تناقضات نوشته رجم اصلاحی در مورد مسعود دلیلی پرداختند. سوال این است بر فرض اینکه سخن مجاهدین در این رابطه درست و این تناقضات واقعی باشند، آیا در این صورت باید نتیجه گرفت که در انتقادات و سوال 207 صفحه‌ای رجم اصلاحی هیچ تناقض دیگری وجود ندارد و تمامی آنها را مجاهدین قبول دارند و برای همین است که به آن پاسخی ندادند؟ این نتیجه منطقی اطلاعیه شورای ملی مقاومت مجاهدین در رابطه با این نوشته باشد، وگرنه چگونه است که مجاهدین فقط یک قسمت از این گزارش را گرفته و به آن پاسخ داده، بقیه را به سکوت برگزار کرده؟ اینها سوالاتی است که اینک بر روی میز مجاهدین قرار دارد، سوالاتی که ناچاران باید به آنها روزی پاسخ دهند، وگرنه باز شدن رشته این کلاف معلوم نیست به کجا راه برد. فاطمه اقبال، 26 ژوئیه 2014. ایرج مصداقی بخشی از این گزارش 93 خودش رو تحت عنوان سرنوشت مسعود دلیلی، یادآور سرنوشت سعید امامی و مطالبی که بخشش رو توی برنامه خودش اینجا گفت، به صورت مکتوب نوشته، تو سایت پژواک ایران هم هست. بررسی و تعمق درباره مسعود دلیلی داخل ما را با ماهیت یکسان عملکرد خامنه‌ای و مسعود رجوی در ارتباط با فدائیان و سینه چاکان رهبری آشنا می‌کند. حالا این یه بخش داستانه. اون بخش دیگه‌اش طرفداران شازدم عین همین بازیه. اون تا اونا فرضاً اصلا بازی ندارن. اگرنه اونا هم همینه. فضاحت آخری که یارو نوشت، خودش رو بهش گفتن که آقا تو فکر کردیم تو رضاشاه کوروش دومی، ما هم چیزهای خیال میکردیم تو از طرف یه سازمان پارپورهی که همش بنیادش بر اساس تقلب نامه نیستی به بانکی ما که چی؟ یعنی که چی؟ که آخوند سکولار رو نجات بده، آخوند سکولار یه نفر. هزار بار تعریف کردم در داخل کشور نمیگذاره، قبوله،
در خارج کشور چه میکنی؟ هیچ، بازی. حالا یه درو تحت نوشته های روشنگرانه و دقیق نوریالا میخوان جمع شن در بخو، هیچی هم توش هیچی در نمیاد. همینجا بهت بنویسم بهت بگم هیچی هم توش در نمیاد، ولی همین که یه ده آدم ها اونجا دوره هم دیگه جمع بشن کاریز کارستان. چقدر داره اینو میزنش برای کاری که هیچی هم توش در نمیاد؟ این چقدر داره انرژی میذاره؟ وقتی از سنگ قبر یارو، از جنازه یارو میترسه، شروع کنه شاملو رو بزنی. خامنه‌ای به رفسنجانی که پس از مرگ خمینی او را برکشیده و به مقام ولایت فقیه رسان بیوفایی کرد و احمد صدر حاجس جوادی را که مجاناً وکالت او را در زمان شاه به عهده گرفته بود در نهمین دهه عمرش به زندان افکند و به شلاق محکوم کرد. رفتن در خونه این درش بیارن، گفتن آقای اصلا داریم میبینین جنازه است، با چیجور گفت برش تو بیا. پیرمرد انگامی که در جریان قطعهای زنجیره‌ای به مخمصه افتاد، سعید جان امامی را قربانی کرد، همسر وی را به اسارت برد و از او به زور شکنجه اعتراف گرفت که به هر دو که هر دو بهایی و بهایی‌زاده و جاسوس اسرائیل و موساد و سیا بودند و انحرافات شدید جنسی و اخلاقی داشتند. نیروهای خود در وزارت اطلاعات این ماجرای انحرافات جنسی نگو مثلا یه شب آقا خامنه‌ای درست کرد. دردت بر همینجاست، از همینجا دردت شروع می شود. در همون اوائل انقلاب 58 ماجرای حزب خلق مسلمان، رفتن پیرمرد حسن نزی تا آخر عمرش حسن نزی گریه می کرد، گفت از زیر تخت خواب زن حسن نزی آلت تناسلی مصنوعی در آورد و هیچ تناونده ای دم نزد الا قلیلی. فساد ریشه داره اونجا. چرا با همه الان سال مرگ دو پادشاه پهلوی دیگه، چرا با این همه عمران و آبادانی که کردن عاقبت چه اینطوری بود؟ چرا رضا شاه کبیر که زحمت کشید امنیت رو برد، آبادانی رو برد، به قول دکتر ودی دود از دودکش کارخونه زد بیرون، چطور شد که وقتی بردنش مردم تو خیابون ریختن جشن گرفتن خوشحالی کردن؟ چطور شد که محمد رضا شاه که تو این 7-8 سال آخر اینجور تحول در جامعه ایجاد کرد، چی شد که وقتی مردم ها رفتن علیش و نقل شیرینی پخش کردن؟ و اینا رو جواب باید بدی دیگه، ببینید چطور شد که اینطوری شد.
میگه آمریکا برده بودن 1400 سال پیش عربا به ما حمله کردن 1400 سال پیش ملت که هنوز علاف 1400 سال پیشه فرنگ باشگوه ما رو 1400 سال آقا خجالت بکشید آقا دنیا داره در تب می سوزه اینا در فکر مشاطگری برای رژیم هست نامه نویسیم براش بهش بگیم دیپلمات ورزیده شرماوره بابا بی اخلاقیه مسببش حاکم هر کی بلنگو دستش بگیره به هر کی رسی فوش بده به شاملو میشه تو این کرد نیروهای خود در وزارت اطلاعات که با اشاره بیت رهبری و نهادهای قدرت مخالفان و منتقدان را حسم کردند به بند کشید و تحت شکنجه به اعترافات از پیش تعیین شده وادار کرد آنها همگی مجبور بودند ضمن پذیرش انحراف اخلاقی و اعتقاد به ادیان بهائیت و یهود به جاسوسی برای اسرائیل و غیره اعتراف کنند در نقطه مقابل مسعود رجوی را می‌بینیم که پروژه رفع ابهام به منظور سرکوب نیروها و خشکاندن نطفه‌های اعتراض در مجاهدین عالی‌ترین و فداکارترین فرماندهان عملیاتی مجاهدی را که هر یک ده‌ها عملیات نظامی در داخل کشور داشته و بارها از مرگ جسته بودند زیر فشار شکنجه میبرد تا اعتراف کنند که نفوذی رژیم بودند و پای سناریوی تهیه شده از سوی پلیس امنیتی مجاهدین امضا بگذارند و بردشون دیگه برد اینا رو جمعشون کرد سخنرانی کرد همون کارهایی که جمهوری اسلامی میکنه تحت تأثیر و سوز و القاء و آهنگای مدل آهنگرانی که کربلا میاییم میاییم و این مزخرفات بگو برای این که رها بشید خلاص میشید بنویسید گناهانتونو بنویسید بچگی هر کاری کردی بنویس نوشتن ساده ها هر کی دشمنش شد هر کی باش مخالف شد رفت در آورد گوینا این بچه بوده به فلان کسک داده اینه نکند فاش کنی آنچه میان من و توست محرم رازی و اندر تن و جان من و توست شرط اوله اگر خامنه‌ای تنها چارچوب اعترافات را تعیین کرد بنا به شهادت کسانی که در پروژه رفع ابهام به بند کشیده شدند مسعود رجوی از نزدیک چگونگی بازداشت‌ها شکنجه‌ها و بازجویی‌ها را هدایت می‌کرد و سناریوهای مربوط به هر مرحله را شخصا تهیه می‌نمود و از ابتدا تا انتهای پروژه را زیر نظر داشت حتی پس از پایان پروژه همه قربانیان را به حضور او بردند تا خود شخصا بقیه سناریو رفع و رجوع آن را پی بگیرد همین بازی رو اون یکی پرویز ثابتی تو همین دادگاه این چاره ها کرد گل سرخی و دانشجو هیچ کس تو اون تاریخ هیچ کس رو در ایران به خاطر حرف زدن به خاطر خوندن شعر اعدام نکرده بودن پرویز ثابتی کاری که اینا رو اعدام کنه به جاه بگیره مقام بگیره که رانندش بتونه مشتری رو تو فروشگاه کفاشی تو خیابون شاه عباس بزنه با تیر بزنه راننده
خامنه‌ای در حالی تصمیم به حذف سعید امامی گرفت که وی در سفر اعضای خانواده رهبری به خارج از کشور مسئولیت حفاظت از آنها را به عهده داشت. سعید امامی در حالی که در دو دهه حیات سیاسیش با جان و دل در راه منویات خمینی و خامنه‌ای کوشید و مان و منانی هم برای خود و خانواده‌اش در اندوخته بود، پس از مرگ جاسوس اسرائیل و موساد معرفی شد و در این زمینه دوست نزدیکش حسین شریعت مداری سردمداری تبلیغات را بر عهده داشت. تبلیغات جنبش‌های توتالیتر به همان اندازه که دروغگویانه و برپایی جعل و فریب است، بی پرده نیز هست. بایستی توجه داشت ماشینی که دروغ پردازی های عظیم جنبش های توتالیتر را ایجاد می کند و آنها را سازمان و گسترش می دهد، از رهبری مایه می گیرد که پیوسته برحق بوده و خواهد بود و هر آنچه او کند نیکو بود. محصول دلیلی داخل نیز به نوعی سرنوشتی مشابه سعید امامی داشت. او در سال 1340 در خانواده فقیر در روستای داخل از توابع آستانه اشرفیه به دنیا آمد و به سختی دیپلم گرفت. وی در سال 60 بازداشت و پس از یک سال به همراه رضای لاقید و بهمن و عباس افرازه که آنها نیز اهل روستای داخل بودن آزاد و به مجاهدین پیوست. این عده عملیات‌های نظامی متعددی از جمله مجازات شوق‌گذار فرمانده سپاه آستانه اشرفیه و لاهیجان را که نقش عمده‌ای در دستگیری، شکنجه و کشتار در استان گیلان داشت به مرده اجرا گذاشتند. مسعود دلیلی و رضای لاقید در سال 62 در کرمانشاه بازداشت، بلافاصله با هواپیما به رشت منتقل شدند. این دو در شکنجهگاه آستانه اشرفیه به سختی شکنجه و به اعدام محکوم شدند. دستگاه قضایی امنیتی رژیم به مدت یک هفته در تبلیغات وسیع خبر از اعدام قاتلان شهید شوق‌گذار با جرثقال در محل دفن وی میداد. مسعود دلیلی در طرحی متحورانه با ایجاد دو سوراخ، یکی به سلول رضا لاقید و دیگری به پشت سلولش که به حیاط مدرسه وصل بود، یک شب قبل از اعدام به همراه رضا از زندان میگریزد، یک راز به خانه بهمن افرازه میرود و سلاحهایی را که پیش از رفتن به کرمانشاه نزد او به امانت گذاشته بود تحویل میگیرد. بهمن افرازه همراه یک جوان دیگر در شب 30 شهریور 63 از سوی کمیته انقلاب اسلامی بازداشت پس از تحمل شکنجه های بسیار به اعدام محکوم می شود. اما در تابستان 64 پیش از اجرای حکم او نیز از زندان می گریزد. وی پس از فرار از زندان دست به عملیات نظامی زیادی می زند. در این عملیات ها از جمله ابوالحسن کریمی دادستان بیرحم گیلان و مازندران که در اعدام و شکنجه هزاران نفر مشارکت داشته کشته می شود. نیروهای امنیتی و قضایی رژیم در یک اقدام تلافی جویانه ده ها تن را در خانه ها و خیابان های لاهیجان و آستانه اشرفیه به قتل می‌رسانند یا در زندان ها به جوخه اعدام می‌سپارند. و در این میان به خاطر کینه ویژه‌ای که از مسعود دلیلی به دل داشتن انتقام سختی را از خانواده او می‌گیرند. در سال 65 علی دلیلی پدر مسعود که کشاورزی 50 ساله بود به همراه فرزند 17 سالش پرویز در خانه مسکونیشان به رگبار بسته شده، خانهشان نیز به آتش کشیده می شود. مسعود رجوی با صدور پیامی که از رادیو مجاهد پخش شد شهادت پدر و برادر مسعود دلیلی را تسلیت کرد. رضا لاقید که به همراه مسعود دلیلی در 63 از زندان آستانه اشرفیه گریخته بود، در سال 65 با چندین تن از یارانش در روستای چپرکوچان آستانه اشرفیه لو رفته و در جریان یک درگیری در طویله کشته میشن. بهمن افرازه او نیز در پاییز 65 از طریق کوههای سیاهکل به سوی تهران حرکت میکنه و در بازرسی بنرا در سراوان امامزاده هاشم مورد سوءظن پاسداران قرار گرفته و در جریان درگیری بین او و پاسداران چند نفر کشته میشن. بهمن که پایش تیر خورده و گلوله هایش نیز تمام شده خود را تسلیم پاسداران میکنه. هنگامی که آنها برای دستگیری وی هجوم برن، وی زامن نارنجکش را کشیده و همراه آنها کشته میشن. از میان دوستان قدیمی تنها مسعود دلیلی داخل جان به در میبره و با شور و اشتیاق و علاقه مثال نزده به مجاهدین میپرند. فدایی مسعود رجعی میشود و میکوشد جای خالی رفقایش را نیز پر کند.
در نشست‌های رجوی حتی بالاترین کارت‌های مجاهدین را تفتیش بدنی می‌کند. محافظ مخصوص رهبری است و در طرح‌های امنیتی و ویژه نقش حفاظتی دارد. در سپتامبر 2011 تحت عنوان عنصر بریده از مجاهدین جدا می‌شود و توسط آنها به نیروهای عراقی و ملل متحد تحویل داده می‌شود. از آنها خواسته می‌شود حقوق شهروندی وی و دو نفر دیگر را رعایت کنند. یک سال بعد در تاریخ 24 تیر 91 سایت تابناک وابسته به محسن رضایی گزارش می‌دهد که در روزهای اخیر تماس‌های متعددی با داخل کشور جهت ورود احتمالی وی گرفته شده. از نظر من با توجه به سابقه بخش اخباری مجاهدین این خبر می‌تواند از طریق کانال‌های مجاهدین با اهداف خاصی به رژیم منتقل شده باشد. مسعود دلیلی میتواند جدا شده واقعی نبوده باشد، چرا که با هیچ جدا شده در ارتباط نبوده و بلافاصله هتل جدا شدگان را نیز ترک میکند. مجاهدین از پاسخ دادن به دوستان وی در خارج از کشور که میخواستند با او تماس گرفته و زمینه انتقالش به اروپا را فراهم کند خودداری میکند. وی از زمان جدا شدن از مجاهدین هیچ تماسی با مادر و خواهرش در ایران نگرفته، در حالی که وقتی کسی از مناسبات جدا می شود و سایت تابناک خبر از تماس‌های متعدد جهت ورود احتمالی وی به ایران می‌دهد، طبیعی است اولین کاری که می‌کند تماس با خانواده و دوستانش باشد. چرا بعد از 3 دهه او تلاش نمی‌کند صدای مادر رنج دیده‌اش را بشنود؟ حتی اگر تفسیر مجاهدین را بپذیریم، او از مجاهدین و مبارزه بریده بود، از مادر و خواهرش که نبریده بود. حتی اگر به ایران رفته بود دلیلی نداشت با مادرش دیدار نکند یا حداقل به گفتگوی تلفنی با او نپردازد. پس از حمله نیروهای کماندویی رژیم به اشرف و قتل عام ساکنان آن، مجاهدین بعد از 1 روز به نیروهای عراقی اجازه ورود به اشرف را می‌دهند. در این مدت مشغول چه کاری بودند یا چه چیزهایی را پاکسازی می‌کردند مشخص نیست و داوری در مورد آن سخت است. در جریان این حمله بی‌رحمانه 53 نفر به قتل رسیدند. مجاهدین در اطلاعیه رسمیشان تعداد کشته شدگان مجاهد را 52 نفر اعلام کردند و تا 110 روز بعد در هیچ یک از اطلاعیه‌هاشان صحبتی از جنازه 53 و یا تلفات رژیم و نیروهای مهاجم در این عملیات نکردند. اما در تمامی لیست‌های تهیه شده از سوی مقامات عراقی نفر 53 که مدت‌ها ناشناس تلقی می‌شد در صدر قرار داشت. مجاهدین در تماس با نیروهای عراقی و ملل متحد با صحنه‌سازی‌های گوناگون ابتدا کوشیدند جنازه 53 را متعلق به یکی از کماندوهایی که به اشرف حمله کردند جا بزنند. سؤال و حفره اصلی اینجاست: مجاهدین که می‌دانستند جنازه 53 متعلق به آنها نیست، چرا از روز اول در تبلیغاتشان حرفی از آن نزدند و منتظر سیر حوادث شدند؟ چرا آنها که از روز اول می‌دانستند جنازه متعلق به مسعود دلیلی است می‌کوشند آن را متعلق به یکی از کمانده‌ها جا بزنند و در مورد هدایت وی روشنگری نمی‌کردند؟ مجاهدین در طی این مدت منتظر چه چیزی بودند؟ با توجه به تحقیقات صورت گرفته از سوی دولت عراق و در دست داشتن نمونه DNA ساکنان اشرف، مقامات عراقی به هویت مسعود دلیلی به عنوان یکی از ساکنان اشرف پی بردند. از آنجایی که مسعود دلیلی پس از جدایی از مجاهدین تحویل نیروهای عراقی شده و پس از مدتی ناپدید شده بود، جنازه او در اشرف روی دست مجاهدین مانده بود. آنها تا آنجا که ممکن بود موضوع را کش دادند و از اعلام هویت مسعود دلیلی خودداری کردند تا بلکه موضوع مشمول مرور زمان شود. اما پس از گذشت 110 روز به خاطر پایفشاری دولت عراق مجبور به اعتراف شدند. آنها باید به سازمان ملل دولت عراق پاسخ میدادند چرا مسعود دلیلی در قرارگاه اشرف بوده و به چه دلیل موضوع به اطلاع مقامات عراقی و ملل متحد نرسیده بود. مزید بر علت، نام مسعود دلیلی هم واقعی نبود. مجاهدین انگام معرفی نیروهایشان به مقامات آمریکایی مسعود دلیلی را بهمن افرازه معرفی کرده بودند. کمیساریای عالی پناهندگان دولت عراق نیز او را به نام بهمن افرازه می‌شناختند و به همین نام برای او کارت شناسایی صادر شده. مجاهدین در موقعیت جدید با توجه به انتشارات عکس مسعود دلیلی نمی‌توانستند مدعی شوند او بهمن افرازه است که 3 دهه پیش در درگیری با نیروهای رژیم کشته شده. یکی از موارد اصلی و مهم تعلق استاتوی پناهندگی به افراد هویت آنهاست. در هر یک از کشورهای پناهنده پذیر چنانچه مشخص شود پناهجو دارای هویتی جعلی و غیر واقعی است، استاتوی او پس گرفته می شود مگر اینکه دولت مربوطه از قبل در جریان بود و به دلایل امنیتی با آن موافقت کرده باشد.
پس از گذشت 110 روز از وقوع جنایات در اشرف، مجاهدین برای رفع و رجوع مشکلات فوق سناریوی وحشتناکی را طراحی می‌کنند و در آن مسعود دلیری را مزدور رژیم و خائن خودفروخته جا می‌زنند که پس از جدایی از مجاهدین نزد رژیم رفته و با توجه به شناختی که از اشرف داشته یگان کماندوی رژیم را به محل آورده و تلفات بالایی را هم به سازمان تحویل کرده است. حسن نظام الملکی یکی از مسئولان امنیتی اطلاعاتی مجاهدین و از شکنجهگران و بازجویان این سازمان که به خاطر رفتارهای خشن و شکنجه ناراضیان نامش بر سر زبان ها افتاده، در فیلمی که مجاهدین در همان روز واقع از جنازه مسعود دلیری تهیه کرده و 4 ماه بعد منتشر کردن، در نقش راوی ظاهر شده و با اشاره به جنازه رها شده در اشرف و به گونه‌ای که او را نمی‌شناسد تصور می‌کند یکی از نیروهای رژیم باشد. گفت این فرد که میبینید یکی از مزدورهای یا عمل کننده است. جسد کثیفش افتاده بود اینجا. این فرد احتمالاً در جریان شلیکایی که به طور مستمر میکردند و غیره در تداخل آتش یا هر شق دیگری کشته شده بود و جنازه کثیفش را اینجا انداخته بودند و پیراهنش، حسن نظام ملکی با دست اشاره به درآوردن پیراهن میکنه، همه طراحی شده بود. پیراهنهایی که با ماسک بود و شلوار سیاهش که مثل نیروهای سوات عراق بود و پوتینش پاش بود. جنازه فیلمش هست، شما بعداً میتوانید مشاهده بکنید. در جیبش پر از پولهای ایرانی بود. این جنازه اینجا افتاده بود که فردای روز عمل نیروهای سرلشکر جمیل فرمانده پلیس دیاله اومدن و با خودشون بردن. رمایت حسن نظام ملکی روی فیلمی که بخشی از آن ساعتی پس از حمله تهیه شده به گونه میکس می شود که تضادی با ادعای اولیه مجاهدین نزد مقامات عراقی و سازمان ملل مبنی بر مجهول الهویه بودن جنازه و تعلق آن به یکی از نیروهای کماندوی رژیم نداشته باشد. به همین دلیل نه تنها به ذکر یکی از مزدورهای عمل کننده بسنده می کنند، همچنین در توضیحات روی فیلم گفته می شود نیروهای حمله کننده که گویا مسعود دلیلی راهنمای آنها بوده برای اینکه هویت وی شناخته نشود، صورت او را سوزاندند. سوزاندن چهره مسعود دلیلی با بنزین برای پنهان کردن هویت وی از عجیب ترین سکانس های سناریوی مجاهدین است. اگر واقعا این خبر درست بود، باید به گونه ای صورت وی را می سوزوندند که به هیچ وجه قابل شناسایی نباشد، در حالی که شناسایی وی برای کسانی که نزدیک به 3 دهه با او زندگی کرده بودند به سادگی امکان پذیر بود و نیازی نبود 3 ماه و اندی بعد مجاهدین با کارشناسی و پیگیری سمعکی که وی در گوش داشته بود تطبیق عکس ها کشف کنند وی چه کسی است. برای اینکه باور کنیم یک گردان کماندویی تا دندان مسلح که ویژگی کارشان سرعت و غافلگیری و ترک صحنه در کوتاه‌ترین زمان است، هنگام عقب نشینی به جای استفاده سریع از چند گلوله یک نارنجک برای متلاشی کردن چهره فرد باقی مانده در پی حمله و نقل یک پیت بنزین و پاشیدن دقیق آن روی گرده چهره و کشیدن کبریت و سوزاندن صورت به شکل مینیاتوری باشن، بایستی عقل و شعور را یک سره به کناری نهاد. ماموران رژیم چه نیازی به قتل مسعود دلیلی در اشرف و سوزاندن صورت او داشتن؟ او را به ایران منتقل کرده در آنجا میکشتن، جنازهش را هم از بین میبردن. چرا رد پا از خودشان میگذاشتن؟ آیا منطقی تر نیست به این سناریو فکر کنیم که عاملان سوزاندن چهره مسعود دلیلی گلوله و مواد منفجره و نارنجک در اختیار نداشتن؟ حسن نظام الملکی در فیلم میگوید مسعود دلیلی پیراهن، شلوار و پوتین نیروهای عمل کننده را به تن داشتند و فیلم آن موجود است. عصر روز حمله، انگامی که نماینده سازمان ملل متحد به اشرف می رود تا از جنازه ها عکس بگیرد، مسعود دلیلی با زیر پیراهنی رکابیز و پیراهنی به تن ندارد و به جای پوتین کفش کتانی سفید به پا دارد. چرا؟ چه کسی و به چه دلیل پیراهن او را در آورده و کفشش را عوض کرده؟ چه نیازی به این کار بود؟ بنا به تصدیق شاهدان و کسانی که سابقه حضور در اشرف دارند، شلواری که پای او شلوار یشمی رنگ یگان نیروی هوایی مجاهدین است.
مهاجمان شلوار سیاه رنگ به تن داشتن، او کفش ورزشی سفید رنگ به پا دارد که اعضای مجاهدین در پادگان اشرف استفاده می کردن، همچنین کمربند چرمی و معمولی است. مسعود دلیلی در جریان حمله چه نیازی به پول ایرانی آن هم در عراق داشت؟ مجاهدین در تبلیغات چون مدعی هستند کمانده های عراقی حمله به اشرف را انجام دادن و حتی کسانی را که به اسارت بردن در عراق نگهداری میکنن، اما توضیح نمیدن چرا مقدار ناچیزی پول ایرانی در کنار جنازه مسعود دلیلی قرار داره. آیا ریال پول رایج عراق است؟ آیا نحوه قرار گرفتن پولهای ایرانی و عکس خمینی که در لابلای پولها بزرگ شده هدف خاصی را دنبال نمی کند؟ اصغر آبزری، یکی از مجاهدین ساکن لیبرتی که در امر پدیده خیانت و هماغوش شدن با دشمن از حضرت نوح تا حضرت عیسی مسیح و حضرت علی و از قیام اسپارتاکوس تا جنگ‌های استقلال آمریکا و مبارزات ضد فاشیست در جنگ جهانی دوم اطلاعات زی قیمت داره ادعا میکنند خداوند هوش و ادراک را نزد فرزند انسان به ودیعه گذاشته. در مورد پولهای فو نظریه جالبی را مطرح کرده و میگوید در این مورد نیز پولهایی که دلیلی به صورت نقد گرفته و در کنار جسدش احتمالا زمان جان دادن از جیب بیرون ریخته همه انگیزه خیانتش را بربلا میکنه. منبع هوش و ادراک مجاهدین از آنجایی که سالهاست در غار اصحاب کف زندگی میکند نمیداند پولهایی که در کنار جسد رها شده کمتر از 2-3 دلار است و قیمت 1 کیلو گوشت گوسفند در ایران امروز بیش از 10 دلار است. اما هوش سرشار، گوهر بیدلیل رهبری عقیدتی مجاهدین، آنجای خود را نشان میدهد که ادعا میکند پولهایی که انگیزه خیانت مسعود دلیلی را برمرا میسازد احتمالاً زمان جان دادن از جیبش بیرون ریخته و از قرار معلوم با وجود بادهای شدید در منطقه که صدای آن در فیلم مجاهدین هم شنیده می شود به مدد امدادهای غیبی همچنان سر جایش باقی مانده. همچنین کمانده های رژیم انگام ریختن بنزین روی صورت مسعود دلیلی با وجود عجله‌ای که داشتن مواظب بودند که بنزین روی اسکناس ها نریزد که مبادا دامنه آتش با آنها نیز سرایت کند. در فیلم منتشر شده توسط مجاهدین روی بدن مسعود دلیلی به ویژه در ناحیه کتف، کمر و پشت آثار ضرب و شتم وجود دارد. آیا در صورت وی که سوزانده شده هم آثار ضرب و شتم وجود داشته؟ چه کسی عامل ضرب و شتم او بوده؟ دلیل آن چه بوده؟ ضرب و شتم مسعود دلیلی پیش از مرگ توسط چه کسانی صورت گرفته؟ چرا آثار ضرب و شتم و شکنجه فقط روی جنازه مسعود دلیلی است؟ چرا کماندوهای رژیم نسبت به او کینه بیشتری داشتند؟ بنا به ادعای مجاهدین مسعود دلیلی از مخفیگاه و ستاد فرماندهی و پناهگاه‌های زیرزمینی اشرف بیخبر بوده، وگرنه مهاجمان تلفات بیشتری از مهاجمین می‌گرفتند. مجاهدین در این قسمت از سناریو با توجه به ادعای مسعود رجوی مبنی بر تماس با زهره قائمی فرمانده ارشد اشرف در جریان حمله نیروهای کماندهی میکوشند به خواننده یا شنونده القا کنند که هنگام تهاجم و درگیری مسعود رجوی در سنگر زیرزمینی پادگان اشرف مخفی بوده و چنانچه مسعود دلیلی به محل مذکور آشنایی داشت جان رجوی به خطر میفته و اون نیز کشته میشه. تبلیغات رژیم نیز به این دروغ دامن میزنند که مسعود رجوی تا آخرین لحظه در اشرف بوده، در حالی که دستگاه امنیتی رژیم به خوبی مطلع است که مسعود رجوی در عراق نیست و در اولین روزهای سقوط دولت صدام حسین کشور را ترک کرده است. حسن نظام الملکی بهتر از هر کس می‌داند که مسعود دلیلی در پروژه ساخت مخفیگاه مسعود رجوی در شمار افسران امنیت بود و از ابتدا تا انتهای پروژه شخصا در محل حضور فعال داشت و بهتر از شخص رجوی به آنجا اشراف داشت. مجاهدین به چه دلیل دروغی به این واضحی را تولید می‌کنند؟ نقشه قرارگاه اشرف و پناهگاه زیرزمینیان همراه با جزئیات در سال 2003 در کتاب فارسی انگلیسی ارتش خصوصی صدام توسط مسعود خداونده محافظ ویژه سابق مسعود رجوی انتشار یافت. محمد حسین صبحانی، یکی دیگر از مسئولان یگان حفاظت از مسعود رجوی، نیز در کتاب روزهای تاریک بغداد که در سال 2005 انتشار یافت به چگونگی ساخت این پناهگاه و نقش خود در آنها اشاره کرده. آمریکایی‌ها و بعداً عراقی‌ها پس از تحویل اشرف از همه جای قرارگاه از جمله پناهگاه زیرزمینی فیلم و گزارش تهیه کردند.
بخشی از آن در فیلم تهیه شده از سوی مجاهدین نیز نشان داده می شود. درنچه رژیم و عوامل سپاه قدس کروکی کامل اشرف و پناهگاه زیرزمینیان را داشتند. چه اطلاعات دیگری برای تهاجم و کشتار نیاز داشتند که بتوانند همراه بردن مسعود دلیلی را توجیه کنند؟ مسعود رجوی با تولید این دروغ‌ها همچنین می‌خواهد به اعضا و هوادارانش القا کند که دلیل فروپاشی اشرف و قتل عام ساکنان آن مسعود دلیلی است. زمین ساز این حمله هم منتقدان مجاهدین هستند. تنها کسی که در این میان نقشی ندارد او و پای فشاری بیدلیلش بر ماندن و بیدفاع گذاشتن افراد در اشرف است. اگر منتقدان به وی انتقاد نمی کنند و اگر مسعود دلیلی تیم کماندویی را به اشرف نمی آورد، حالا اشرف پابرجا و مجاهدین در آن ماندگار بودند. به خاطر حمله به اشرف و تخلیه آن، سرنگونی رژیم که قرار بود در سال 92 محقق شود به تعویق افتاده است. البته او میخواهد این را هم تلقین کند که اطلاعات اشرف و مخفیگاهان توسط دلیلی و منتقدان به رژیم داده شده است، بنابراین آنها مستحق مرگ هستند و عاقبت کسانی که از او جدا شده و به او پشت کردند بهتر از مسعود دلیلی داخل نخواهد. مجاهدین برای اینکه سناریوی ساختگی خود را معتبر نشان دهند، آن را با دستخط جعلی مسعود دلیلی و تاکیدات او روی انسان دوستی مجاهدین و بریدگی خودش همراه میکنه. تاریخ نامه 21 اسفند 89 است. اما محتوای آن بنا به نیاز روز مجاهدین پس از انتشار گزارش 92 تنظیم شده. جاهلین مرتکب اشتباه بزرگی شدند. در نامه منسوب به مسعود دلیلی از ترکیب نادم و تواب استفاده میکنند که پس از انتشار گزارش 92 برای من و اسماعیل وفایغمایی تولید کرده. در نامه مزبور بایستی از کلمه بریده یا بریدن از مبارزه استفاده میکردن. همچنین مجاهدین که پس از افشای بدرفتاری و زندان و شکنجه در مناسباتشان به لحاظ افکار عمومی به شدت تحت فشار هستند، میکوشن در این سند جعلی با ارائه پیشنهادهای انسان دوستانه به مسعود دلیلی که تماما از سوی وی رد میشود خود را انسان دوست جلوه دهند. معلوم نیست چرا وی در نامه مربوط به جداییش هر آنچه را که نیاز عاجل چند سال بعد مجاهدین بود آورده است. نمونه دستخط مسعود نیز در منتشر شده در فیلم مجاهدین است. امیر الف خاوری لایجی، یکی از دوستان مسعود دلیلی، با انتشار دستخط اصلی او پرده از سیاهکاری دستگاه جعل و فریب مسعود رجوی برداشت. مسعود دلیلی پس از فرار از زندان و در دورانی که در داخل کشور مخفی بود، نامه و یادداشت‌های کوتاهی به دوستانش نوشته بود. تفاوت آشکار دستخط او با دستخط ارائه شده از سوی مجاهدین آنقدر زیاد است که تنها یک ابله میپذیرد این دستخط متعلق به یک نفر باشد. و مجاهدین پس از انتشار این اثر تلاش زیادی کردند تا نویسنده مقاله را متقاعد پس گرفتن آن کنند. آنها قادر به درک این موضوع نیستند. مطلبی که روی اینترنت انتشار یافت و هزاران نفر آن را خواندند و صدها نفر آن را کپی کردند قابل حذف نیست و بر ابعاد فضاحت می‌افزاید. اگر بپذیریم که سناریوی مجاهدین واقعی است و مسعود دلیلی مرتکب چنین خیانتی شده، به نتایج هولناک‌تری رسیدیم که حتی فکر کردن به آن وحشتناک است. مسعود دلیلی، سرتیم حفاظتی و فدایی مسعود رجوی، پس از جدایی از مجاهدین بلافاصله به رژیم پیوسته و نیروهای سپاه قدس در قتل عام ساکنان اشرف را هدایت میکنه. نگاهی گذرا به کارنامه مسعود دلیلی نشان میدهد او دو بار توسط رژیم دستگیر و بار دوم به شکل وحشتناکی شکنجه شده. مسئول تیم‌های عملیاتی در داخل کشور بوده، فرمانده سپاه را به قتل رسانده، پیش از اعدام از زندان فرار کرده، پدر و برادرش پس از برگبار بسته شدن توسط رژیم همراه خانهشان به آتش کشیده شدند، دوستان نزدیکش که او با آنها عشق می‌ورزی توسط رژیم اعدام یا کشته شدند. میزان علاقه وی به آنها انقدر شدید است که حتی پس از فروپاشی عراق به یاد یکی از آنها خود را بهمن افرازه معرفی می‌کند و کارت هویتش به نام او صادر می‌شود.
پس از جدایی از مجاهدین به جان که بکوشد به خارج از عراق بیاید به نیروهای سپاه قدس و رژیم میپیوندد، بدون ترس از مجازات به ایران باز میگردد، مورد استقبال رژیم قرار میگیرد، به او اعتماد میکنند، محرمانه ترین طرحشان را با او در میان میگذارند و او را با خود همراه میکنند. او مقداری پول ایرانی در چیوش میگذارد و همراه کماندوهای رژیم به اشرف آمده و خیلی خونسرد دوستانش را از دم تیغ میگذارند. کماندوهای اعزامی پس از پایان کشتار در محل او را میکشند و برای شناخته نشدن صورت او را به شکل مینیاتوری میسازند. برای اینکه فردی چنین پروسه‌ای را طی کند باید چه بلاهایی سر او در اشرف و مناسبات مجاهدین آمده باشد و یا شاهد چه جنایت و هولناکی باشد که رژیم را به مجاهدین و دوستانش ترجیح دهد. چه چیز باعث بروز چنین کینه‌ای در او شده؟ سختی‌های مبارزه باعث می‌شود فرد تنها ببرد و پی زندگی خود برد. او چرا به فکر انتقامی خونین می‌افتد؟ مجاهدین که در نامه منصور به این مدعی هستند حتی حاضرن هزینه خروج او از عراق به هر کجای دنیا رو متقبل شوند، حتی آماده هستن او رو تحویل خانواده اشتن که هر کجا میخواهند ببرند. مسعود دلی چرا همه این گزینه‌ها رو رد میکنند و به مزدوری رژیم و قتل عام دوستانش رضایت میده؟ مسعود دلی که بنا به ادعای مجاهدین و موارد مطرح شده در نامه کذایی جز محبت و از خودگذشتگی و عیسی چیزی از مجاهدین ندیدند، چرا دست در خون دوستانش میکنه؟ این سوالی است که مسعود رجوی پاسخی برای آن ندارد. اینو من حرفای ایرج مصداقی بود، اون روز خودش همه حرفا رو زد، ولی به سبب فحش وضعیتایی که شما دارید و میدید و مرتب به من فحش میدی، من گفتم شاید اینو بخونم و دوباره این هم پخشش میکنیم که فرمیم اوه ایزرائی کریزم آف پیری ایس سیمپلی نات دی وی پارتنرز ان الائز تریت ایچ آدر استیت دیپارتمنت سموکس من سی Israel has no better friend, no stronger defender than John Kerry, says Deputy National Security Advisor. اینقدر آشور شده در مورد ماجرای آقای جان کری و وضعیت آقای اوباما که تلفنی صحبت کرده با آقای نتانیاهو راجع به این ماجرا، که بهار معاون امنیت ملی، معاون مشاور امنیت ملی میگه که it is simply not the way، میگه این چیزی ساده است که همپیمانان و همراهان نباید اینگونه با همدیگه رفتار کنند. اسرائیل در حقیقت دوستی بهتر و قویتر و مدافعتر از جان کری برای خودش نداره. این در ارتباط با اون موضوعی که خدمت درس کردم که خیلی به حال به تمسخر کشیدن آقای جان کری رو در این ماجرا. اما به حال بازم دعوت میکنم از شما که کتاب شاهنامه فردوسی، کتاب مقدس ایرانیان، کاری از آقای سهراب چمنارا که بسیار زحمت کشیده این کتاب رو درست کرده و در حقیقت به زبان ساده فردوسی رو برای ما تعریف میکنه، من سعی خواهم کرد که به زودی برنامه جدی بذاریم و شروع کنیم با همدیگه این کتاب رو خوندن. اگر شما علاقه داشته باشید که این کتاب رو داشته باشی، به بچه‌هات بدی، به دوستانت بدی، قیمت کتاب 20 دلاره، قیمت پستش داخل آمریکا 6.99 دلار، برای خارج از آمریکا 23.99 دلار، برای اینکه اینا رو عمل از طریق فدکس برای شما فرستن. استدعا میکنم اگر که تمایل دارید این کتاب داشته باشید،
آدرس خودتون و همراه شماره تلفنتون ما لازم داریم، برای اینکه شرکت فدکس بدون تلفن چیزی رو قبول نمیکنه، برای اینکه میاره در خونه میذاره بعد تلفن میزنه، بالاخره شما باید یه جوری با شما ارتباطشو برقرار بکنه. اینه که لازم داریم، اگه کسی این کتاب رو لازم داره میتونید از طریق شرکت کتاب، میتونید از طریق ما اقدام کنید. به هر حال و آدرس و شماره تلفنتون رو لازم داریم اگر که این کتاب رو علاقمند هستید که داشته باشید. سلام، من به شما افتخار میکنم که چرای از خدا بیخبر را افشا میکنی. محسن رجوی کسی است که به هیچ کس رحم نمی کند، میخواهد به هر قیمتی حکومت را سرنگون و جوانانی که از این مملکت دفاع کردن بکشن، ولی بیچاره که نمیدانن ما و شما به هر طریق جلوی آنها را میگیریم. درود و سلام بر بهبانی. نمیدونم آقای حنیف شما کی هستی و چی هستی. نه، من در این جا با شما یه جوری همراه نیستم. من معتقدم که تنها راه نجات ما سرنگونی نظام جمهوری اسلامیه. تنها راه نجات ما سرنگونی جمهوری اسلامیه. ما باید دست در دست هم نهیم به مه میهن خیش را کنیم آزاد. هیچ راه دیگری وجود نداره. نه این نظام حاضر تغییر کنه، نه توان تغییر رو داره در درجه اول، نه دلش میخواد این کار رو انجام بده. هیچ اینا نیست. یه وش چپاولگرن که به یه گنجی دسترسی پیدا کردن، اینو ول نمی کنه همجوری بره. اینو باید بری بزنیش، ازش پس بگیری. ما مشکل اونه که معنا و مفهوم کلمات رو یاد نگرفتیم، نمیفهمیمشون. معنا و مفهوم اپوزیسیون را نمیدانیم. بنابراین اون با ما میگه اپوزیسیون همسو، دست به سوی اپوزیسیون همسو دراز میکنه. پدرزن میگه، مهران براتی میگه، میگه رژیم وقتی رژیم ها در این شرایط بحرانی قرار میگیرن دست به سوی اپوزیسیون همسو دراز میکنن و از ما حمایت میکنن. ما باید برای اون نقطه خودمون آماده کنیم. صالحی، علی اکبر صالحی، یه آدم عراقی که متولد عراق، اصلا ربطی به ایران ندارد مطلقا. الان من رئیس انرژی اتمی، یه دوره وزیر خارجه بوده، یه دوره اتمی بوده، دزدیست که با چراغ آمده است. او هم میگه بعد دست رو دراز کنیم به سوی اپوزیسیون همسو. و الان بهترین شرایط برایشون که همه موضوعات رو فراموش بکنن و صرفا بچسبن به ماجرای غزه، ماجرای اسرائیل، که اسرائیل بده، اسرائیل جنایتکار، انگار که اینا کش کردن، بقیه ایش که نمیدونسته اینا اومدن اینجا و فقط اینا هستن که میدونن، بقیه ایش که دیگه نمیدونست این داستان رو. سبا آذرپیک پس از 61 روز بازداشت همچنان در سلول انفرادی، دختر خبرنگاری که گرفتن بردن کردن سلول انفرادی. برای چی این کار میکنه آقای روحانی؟ برای اینکه رئیسش علی جنتیه، پسر آقای جنتیه، تخم و ترکه اینه. اینه ول کنه منه بگیره، تو رو بگیره، مگه عقل تو از دست داده باشی؟ ساده لوحی هم یه حد و اندازه و اعتبار داره.
سیاد کنن. نمیدونم رفسنجانی اینطوری گفت، احمدی نژاد اومده حالا رفسنجانی میاد، حالا این اونجوری گفت، این اینجوری گفت، همش در جهت اخوالته، همش در جهت گمراه کردن اذهان عمومی، اصلا در جهت ترویج و رشد اذهان عمومی نیست. من اصلا نگاهی به این داخل مملکت ندارم که این چیکار کرد اون چیکار کرد، چون میدونم که هیچ کدوم این کارهایی که میکنه نفع من درش نیست، هیچ چیزی گیر من نمیاد، من هیچی از این داستان نصیبم نمیشود. حالا وزارت کار علی ربی، عباد وزارت اطلاعات، همون که جنازه بچه های زندانی رو گرفت گذاشت، گفت مأمور نداشتیم، اینا رو کردم تو تابوت، دراشو بستم، گذاشتم بار کامیون، تو پاسدارم دارم، گفتم اینا رو منتقل کنیم. وقتی اونجا رسیدن به مرکز، در تابوت ها رو واکن، نوتشون خفه شدن، مرده بودن. با خنده اینا رو تعریف میکنه، جز خاطرات شیرینشه اینا. اومده گفته که تفکیک جنسیتی در شهرداری ناقض کنوانسیون جهانی کار است. من حرف اینو باور کنم؟ من باور نمی کنم. یواش 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 تو رو میبره به اون سمت. بعد هم این داستان موسوی کروبی، اگه شما واقعا علاقمند به اینا هستی، اگه شما اینا رو رهبران فرزانه میدانی، خب بچه هیچ کاری نمی کنی تو خارج کشور، بچه رو حرکتی نمی کنی، میگه این یواش یواش میگه از اینا بر بگیریم اعدام کن و اینا رو میبرن کتکشون میزنن. این خط این نشون شوخی هم باید نداره، برای اینکه تو کاری نمی کنی، خب کدام حرکت ها انجام دادی؟ هیچ کاری نکردی. بها فردا دعوت میکنم که این برنامه رو ببینید، ساعت 7 صبح این برنامه رو مستقیم پخش خواهیم کرد. تمام بحثم بحث این هستش که میگوید که شما چه دلیلی دارد که ایران اینایی که بهش میدیم، این امکاناتی که میگیریم به اختیارش میذاریم، اینا رو ببره در راه مملکت خودش، نبره در راه اما. رئیس کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا میگوید ایران علنا در روزنامه‌اش میگوید که حماس را تسلیح میکنه. آزادسازی 2.8 میلیارد دلار از پولهای تهران به معنای ادامه فعالیت این کشور در غزه است. فرودگاه خمینی مرکز اصرار تسلیحات به خاورمیانه.
همه این بازی رو داریم میبینی جلو چشمشته، ولی ما سرگرم ماجرای دیگری هستیم. ما رو علاف کردن در حقیقت، و ما خود ما هستیم که این کار رو داریم صورت میدیم. هواپیماهای اسرائیل با کمک نیروی هوایی اسرائیل در حقیقت Heavily Air Force Operation right now on over Gaza. نیروی هوایی اسرائیل داره میکوبه همه منطقه رو. آبا یا این میره که بزنه و اونو از بین ببره؟ من چنین چیزی رو باور ندارم، بلکه این داستان رو کش داره میده به خاطر اینکه میخواد اطلاعات بیشتری رو پیدا بکنه و بتونه که آتش‌سوزی مخازن نفت در نزدیکی فرودگاه ترابلوس از کنترل خارج شد. سبا آذرپیک به شدت بعد 61 روز که تو زندان انفرادیه به شدت تحت فشار. امارات پرواز در آسمان عراق را متوقف میکنه. اعتراض کارگران نیشکر هفت‌تپه در ایران. اینا مجموعه خبرها هستن. دعوت میکنم که ادامه برنامه رو ببینید تا فرصت دیگر که در خدمت شما باشیم. مجدانه علی رغم این که گفتش که بیپولی بسیار بر ما فشار می آورد، این بر عهده شماست که ما را از این مرحله خارج کنید، نذارید که این داستان ادامه پیدا کنه. بنابراین هر بار که ما درخواست پول می کنیم اون به ما دوتا فوش می ده و از این در حقیقت سوء استفاده می کنه. درخواست می کنم که ما رو در این زمینه یاری کنید. اگر این برنامه مورد توجه شما هست، که امروز اصلا همش گذشت به این فوش و فضیحت های اینا، کاری رو نذاشت ما پیش ببریم، ولی دعوت میکنم که اگر برنامه مناسب است این رو از طریق فیسبوک، توییتر، گوگل پلاس و اگر اکانتی در بالاترین داری اینا رو از اون طریق پست کنید برای دوستانتون. عضو فن پیج ما بشوید. ما هنوز به رقم 1000 نرسیدیم. خیلی برای من جالبه این داستان که این همه فقط بهبه و چهچه علکی، ولی نمیتونیم 1000 تا آدم رو بگیم آقا بیا اینجا یه امضا بزن برو، همین کار رو بکن. همه از که الحمدلله قلابی هستیم به این فیسبوک، همه اسامیام که همه سبز و بنفش آبیه. اون یارو که طرفدار مجاهده عکس چگوارا میچسبه رو پیشونیش، ولی با همه اوصاف نتونستیم. و این بازم براتهی شماست دیگه، از دست من بیش از این کاری بر نمیاد. ممنون و متشکرم. دعوت میکنم ادامه برنامه ها رو با هم دیگه ببینیم. سپاسگزارم.